السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ آيا شما در قرآن تدبر نمی کنید؟ یا آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ یا اینکه بر دلهایشان قفل است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه که هر کسی که در قرآن تدبر نکنه دل او قفل است، باز نیست. این بدین معنا است که ممکن است اقسام اشکالات قلبی برای ما مانند قفل حسد، قفل ریا، قفل تکبر، قفل گناه، قفل دروغ، قفل حرام، حرام خوردن، حرام نشستن، کمایی حرام و صدها قفل دیگر در قلب های ما وجود داشته باشد. این اشکال قفل های قلبی هست که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه میگه که ام علی قلوب اقفالها، یا تدبر نمی کنند به خاطر اینکه در قلب های اینا قفل ها هست. قسمی که عرض کردیم، قفل حسد، قفل ریا، قفل تکبر، قفل دروغ، قفل گناه و بار بار گناه. و یک قفل دیگر هم هست که به نام قفل عدم تدبر در قرآن روی دارد. متاسفانه اکثریت ما قفل عدم تدبر را داریم، یعنی تدبر نکردن، تفکر نکردن در قرآن و در آیات الهی، در نعمات الهی، امین قفل بزرگ را داریم که تدبر نمی کنیم. که اگر در قرآن تدبر بکنیم پس دل ما قفل نیست، و اگر تدبر نکنیم قفل در کنار قفلهای دیگر در قلب ما وجود داره. خود قرآن کریم اهمیت تدبر در آیات بیان میکنه که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، و در آیه دیگر هم الله سبحانه و تعالی میفرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا شما در قرآن تدبر نمیکنید؟ یا آیا در قرآن تدبر نمی کنند تا ببینند که اگر قرآن از فردی دیگری، از سوی کسی دیگری بغیر از الله سبحانه و تعالی می بود کلن اختلاف بزرگ دو پیدا می شد؟ امی تدبر در قرآن است که باعث می شد که ایمان ما به قرآن جدیتر و محکمتر شود و ایمان با بصیرت بیشتری داشته باشیم و بفهمیم که باید حتما قرآن را اعجاز الله سبحانه و تعالی بدانیم. و این موضوع بسیار مهم است که الله سبحانه و تعالی متن را 1400 سال پیش فرستاده و تحدی هم کرده که به هیچ عنوان نمیتونید از او بهتر آورده و حتی یک سوره مانند او را بیارید یا یک آیه مثل از او برید، امکان نداره که بیارید. و همچنان شما نمیتونید هیچ گونه اختلاف را در او پیدا بکنید. پس باید در آیات الهی تدبر کنیم تا این مطلب را از درون دریابیم. بعض از افراد میگن که تدبر در قرآن وظیفه افراد متخصص است، اما قرآن کریم فرموده که هر کسی که خود کسی حساب میکنه، فرد حساب میکنه، بنده حساب میکنه، انسان حساب میکنه، حتما و حتما باید در قرآن تدبر بکنه. پس از اینکه این موضوع را پذیرفتیم، برای برخی سوال پیدا میشه که چگونه میتونیم زمانی که تخصص، وقت و توانایی کافی و لازم نداریم و گرفتار مشکلات هستیم در قرآن تدبر بکنیم. در پاسخ باید بگویم که افراد باید چنین افرادی که سوال میکنن، برای تدبر در قرآن انواع و اقسام شیوه ها وجود داره، راه های مختلف وجود داره. بسیاری از معلمای قرآن، علما، انواع و شیوه های تدبر را بیان کردن. اگر ما متن یک آیه را بخوانیم، بعد از او ترجمه از را به زبان خود ما که پشتو باشه، فارسی باشه یا هر زبانی باشه، اما تو روان را بخوانیم و
دیگه او برای ما او مشکل نمیمونه، به خاطر که ترجمهش میخوانیم، چون ترجمه را که خوانیم یعنی به زبان مادری خود به کلماتی که قرآن به او اشاره کرده ما پی میبریم. امو طوره که ما کتاب های دیگر را میخوانیم به مو شکل، ما قرآن را اگر بخوانیم هم بالایش وقت بگذاریم، باور بکنین که فن تدبر در انسان پیدا میشه. اگر ما طور مثال یک عبارت ساده الحمد لله را به عنوان مثال و سرمشق خود در زندگی خود قرار بدیم، دیگر اعمال زشت و ناپسند مثل تملق، زیر آب زدن ها، کلا برداری، دروغ و این و آن را در زندگی ما رخ نمیده. چرا که همه ما این حسن را میپذیریم که تنها باید زاد اقدس الله سبحانه و تعالی را ستایش بکنیم، به خاطر که عبارت الحمد لله از جمله عبارات مقدس است که ممکن است که ما روز نزدیک به 200 بار او را در نماز و تسبیح و تحلیل و تحمید او را بگویم. و این کلام مقدس میخواهد به ما بگوید که بدون الله سبحانه و تعالی هیچ کسی نباید به تملق و چاپلوسی و به این و آن انسان به او سر بده و سر خود را بگذاره به او و به انسان به هیچ کسی ستایش نگوید بغیر از الله، نه به قبر، نه به چوب، نه به این، نه به آن. پس یک مثال هست که ما الحمدلله فقط می یک لفظ قرآن اگر در نظر بگیریم در باره ما فکر بکنیم که الله چی میخواد برای ما بگوید اینجا، که تمام حمد و ستایش فقط به الله هست. پس شما وقتی که شاعرها را میبینین، این شاعرهای خیلی بزرگ، خیلی مشهور که نام های بزرگی دارن، کتاب های در مکاتب، در پوهنتون ها، دانشگاه ها درس هم داده میشن، میبینید که به این پادشاه تملقی کو، به او پادشاه تملقی کو، فلانی را بسیار صفت شب کو، ستایش این پادشاه را بکو، او پادشاه را بکو. پس کار اینا را میبینید که مخالف الحمد است. پس اونا به معنی الحمد اینا تدبر نکردن. یا کسای دیگر را میبینیم که فلانی صاحب، آقا صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، چقدر مردم به این احترام میکنن و بالا میشنن و دستایی را ماچ میکنن و نفر در طرف از حلقه میزنن. پس ما میدونیم که نه، الحمدلله ستایش برای الله هست. بله، بزرگ داشت احترام یک بزرگ خوب است، اما نه به او اندازه که مردم به پاهای می نشینن و را بلند میگذارن، چارپایی زوره بر سر خود میبرن و این بر و اون بر به نام پیر و این و آن و آقا صاحب و فلان کار را میکنن که اصلا مخالف الحمدلله است. به می شکل اگر ما به هر حرف قرآن بنشینیم تدبر بکنیم و با خود بگویم که چرا الله سبحانه و تعالی ایره برای ما روانه کرده، الله چی میخواد بگویه، دنبال تفسیر از او بگردیم. وقتی که تفسیر پیدا کردیم دنبال احادیث از او بگردیم که درباره از این آیت کدام احادیث آمده، بعد از او دنبال شأن نزولش بگردیم که در چی حالته، در کجا، در مکه، در مدینه، در چی حالته، در کدام وقتی، در مناسب ای بر ما نازل شده یا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده که هدف ما هم هستیم. و بالاخره انسان آهسته آهسته به دماغ خود میگه نه، قرآن بر از این نیست که من تنها ای را حفظ بکنم، حافظ قرآن شوم، در محافل برم قرائت از ای را بکنم. قرآن برازی هست که ما قرآن به شکل اساسی از او حفظ بکنم. به چی معنا؟ که یعنی قرآن لفظ به لفظ بخوانم، بالای الفاظ از او تدبر بکنم، تفکر بکنم و ببینم که معانی عمیق قرآن چی هست. اگر یک نفر قرآن را میخونه، بعد از او ترجمه از او را میخونه، بعد از ترجمه او محبت داره به قرآن، میخواد تدبر بکنه، پس وقتی که میخواد تدبر بکنه اول قرآن را به زیباییش بخونه، اول تجوید از روی یاد بگیره. وقتی که تمام قوانین خواندن از روی یاد گرفت، باز آهسته آهسته ترجمه از رو میخونه و بعد ترجمه تفسیر از رو میخونه، بعد از تفسیر شأن نزول از رو میخونه، اسباب نزول از رو میخونه، احادیثی که در حاشیه و اطراف از آمده او رو میخونه، مطالعه میکنه، تا اینکه آهسته آهسته تدبر به رخ میده و درباره چی فکر میکنه. مشکل ما اینمی است که در قلبهای ما قفلهای هست، قفلهای زندگی خیلی خیلی مشغول، قفلهای کمپیوتر، قفلهای واتساب، چت و چت بازی و فیسبوک، قفلهای فضای مجازی،
قفلهای این و آن، قفلهای تعصب، قفلهای تنظیم و تنظیم بازی، قفلهای پرورش انسانها. ما انسانها را پرستش میکنیم، فلانا شخص بزرگ ماست، همون را پرستش میکنیم، حتی از مجسمه هم جور میکنیم. تا وقتی که قفلهای شخص پرستی، قفلهای تعصب، قفلهای گناه، صبح گناه، چاشت گناه، شب گناه، ای گناه و هی گناه و هی گناه، قفلهای حرام خوری، درآمد حرام در قلب انسان، هر قدر که قفل زیاد باشه انسان نمیتونه که بالای قرآن تمرکز بکنه. چرا؟ شیطان نمیگذارش. او شیطانی که در بدن شخص، او قرینش با شیطان دیگری که خود ازی بر خود پیدا کرده با نفسش نمیمانشه. پس وقتی که انسان قرآن را میخونه، لفظ به لفظ ترجمه میکنه، لفظ به لفظ تفسیر میکنه، به یک تفسیر اکتفا نمیکنه، تفسیرهای معتبر دیگر را میخونه، با او هم اکتفا نمیکنه، می شرح نزول از این را میخونه، بعد از او باز اسباب نزول از این را که پیدا کرد درباره ازی، درباره هر حرفی ازی چی میکنه، میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته، تفسیر ابن عباس چی گفته. بعد از او آهسته آهسته برزی فن تدبر پیدا میشه. انسان باید بسیار محقق و تحقیق کنه، به محقق باشه، تحقیق بکنه و دنبال چیزا بگرده تا که همت از این را پیدا بکنه. جزاکم الله خیر و احسن جزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.